کارتال الان جز دیدن مزرعه آرزو نمیتونه هیچ کاری بکنه. ظفر برای مزرعه دوتا کارگر گرفته. کارتال اونا رو تحت نظر داره. راستش ما اونا رو تحت نظر داریم، اما به نظر من اون کارگرها هیچ ربطی به آرزو ندارن. زن خیلی خوب خودشو مخفی میکنه. بعد هتل ردشو گم کردیم. محمد توکم بعد از بیمارستان غیبش زد. شاید آرزو توی بیمارستان دیگه بسترش کرده، یا ممکنه با یه اسم قلابی بستری شده باشه. مطمئن نیستیم، واسه همین بهتره علائم اولی که تو بیمارستان بستری بود با علائم الان مقایسه کنیم. اینطوری پیش میریم. باشه آقا سار. به هیچ وجه نباید آرزو رو گم کنیم. کارتر هر لحظه ممکنه حمله کنه. یعنی اگه قبل از ما بهش برسه ممکنه به جانسو هم آسیب برسونه. منظورتون آرزو و جانسوه آقا سار؟ نه، منظورم جانسوه. راستش آرزو اصلا برام مهم نیست. باید از دختر محافظت کنیم. باشه فهمید. باید یه چیزی بهت بگم. آلپ آکانوغلو مشاور مالیه. ببین چی ازش گیرت میاد. فوراً بهش رسیدگی میکنم. شبتون بخیر، خسته نباشید. خیلی ممنون نورسل. باشه پس من میرم. شما نمیرین آقا سار؟ من یکم دیگه اینجام، بعدن میرم. باشه خسته نباشین. ممنونم. امره کارو قبول نکرد. کدوم کارو آقا سار؟ بهش پیشنهاد دادم با ما کار کنه. میخواستم هممون توی تیم باشیم، اما قبول نکرد. گفت من همچین زندگی نمیخوام. گفت میخوام یه آشیونه گرم بسازم، اینطوری خوشبخت بشم. میتونم یه سوالی ازت بپرسم؟ معذرت میخوام. اصلا نیازی به عذرخواهی نیست. چرا این کار انتخاب کردی؟ نمیدونم. حتما برای اینکه یه زن قوی باشم. به نظرت الان قوی هستی؟ الان یکم به هم ریختم. امره به هم گفت حتی احتمال وابسته شدنش به یکی دیگه منو میترسونه. بد جورم میترسونه. گفت من دلایل خودم رو دارم. تو چه دلیلی داری؟ راستش من از وابسته شدن به امره یا از ساختن یه زندگی با اون نمی ترسم. خب پس از چی می ترسی؟ اگه در آینده با من خوب تا نکنه می ترسم بهش آسیب برسونم. اون یه مرد قویه، چطور می خوای بهش آسیب برسونی؟ بابام خیلی سر مامانم داد میزد. اون صدای وحشتناک همیشه تو گوشم بود. من بدو بدو میرفتم تو اتاقم، بالشمو میگرفتم و گوشامو میبستم تا صداشو نشنوم، اما بازم میشنیدم. یکیه دونم سوده یالو بلند شو برو تو تخت خوابت عزیزم. همینجا میخوابم. باید تو اتاقت بخوابی. من میخوام پیش تو بخوابم مامان جون. اوخ بخوابی. باشه بیا با هم بخوابی. مراقب باش. دقل چشماتو باز کن، یه موقع نخوری زمین عزیزم. آی من الان کجا؟ رو پلی. ده سالم بود. ده. یه روز از اتاقم اومدم بیرون، رفتم آشپزخونه، رو گاز یه مایتابه بود، اونو گرفتم. بعدش رفتم با تمام قدرتم با اون مایتابه کوبیدم تو سر بابام. الان که فکر میکنم
من با اون کوچیکیم چطور مایتابه رو بلند کردم؟ ببین، مجبور نیست این چیزا رو واسم تعریف کنی. بعدش بابامو بردن بیمارستان، غرق خون بود. مامانم به کسی نگفت من این کارو کردم، حتی بابام نمیدونست. بعد از این که از بیمارستان اومدیم بیرون، خیلی عوض شده بود. همه چی رو فراموش کرد، حتی فراموش کرده بود یکی با مایتابه زده تو سرش. غذا خوردن رو فراموش کرد، سر کار رفتنم همینطور. صبح از خونه میرفت بیرون، توی پارک میشست، تا شب میمون همونجا. نه واقعا خیلی بده. خب چی کار میکرد؟ یه مغازه داشت. بعد از اینکه داداشم از سربازی برگشت، اونجا رو گرفت. هر روز وقتی از مدرسه میومدم، میدیدم بابام جلوی مغازه نشسته، با سکوت کامل داره محله رو نگاه میکنه. منم شروع میکردم به گریه، با دستام چشمامو پاک میکردم و میدویدم سمت خونه. بعد مامانم با چشای پر از نفرت به هم نگاه میکرد. نه عزیزم، چی بگم؟ بعدش با مامانم دشمن شدم. همیشه با خودم میگفتم اگه اون از خودش دفاع میکرد، اون وقت لازم نبود من ازش دفاع کنم. واسه همین تصمیم گرفتی پلیس بشی. پلیس هم شدی، تو کارت موفق بودی، بعدم وارد این اکیپ شدی. وقتی گفتم یا شغلت یا عشقت، بدون این که تحلیل کنی قید امره رو زدی. خیلی بهش وابسته شده بودی. من تصمیم درستی گرفتم. ببین، اونم منو انتخاب نکرد. اگه شرایط عادی بود، با کمال میل این کار قبول میکرد. مطمئنم پیشنهادتو قبول میکرد، اما قبول نکرد. واقعا نمیدونم باید چی بگم، اما شاید اونم تو رو از ذهنش پاک کرده، مثل کاری که تو کردی. تو هم امره رو ول کردی یا رفتی. خب تو هر شری خیری نهفته است. هیچ کس این حد به یه نفر وابسته نیست. بگذاریم، من دارم میرم. حالت خوب نیست، یکی صدا کن جات بمونه. میتونی بری خونه استراحت کن. باشه؟ نه من خوبم، نمیخوام برم خونه. مطمئنی؟ خب راستش خوب شد با شما حرف زدم، یکم آروم شدم. جدا؟ پس خوب درد و دل میکنم. خیلی خوب، میبینمت. الان بیای، محکم بغلت میکنم، میگم میخوام تا فردا تو چشمات نگاه کنم، بهش بگم میتونی یه لیوان آب واسم بیاری. چقدر قشنگ بهم میخندی. سرتو بذاری روشونم و دستمو بگیری. اینجوری آدم حس میکنه صاحب تموم دنیاست. بعدش وقتی اون دختر بچه از دستت سر بخوره بره، بازم را میفته دنبالش. هر دری را میزنه میپرسه دختر واقعیم کجاست. بازم باید اونو از پشت بوم ساختمونا جمع کنم، بگم دنبالش نکرد، دخترت اینجاست دیگه. بهتر زندگیشو خراب نکنی، آخه اون الان یه خونواده دیگه داره. میتونم بگم؟ چطوری اینا را بهش بگم؟ بعدش بعدی وجود نداره. آدمی که اینقدر زخم خورده میتونه کسی را دوست داشته باشه؟ نمیگه تو با اینکه همه چی را میدونستی رفتی واسم حلقه آوردی؟ نمیگه؟ این همه سال را گذراندی، به خاطر اون سالها صبر کردم، نباید این ازم مخفی میکردی. اینو به هم نمیگه؟ فرار کنم، اونو همونطوری با دروغش خوشحال بذارم، یا این که بمونم و واقعیت رو تو بغلش بذارم؟ اینطوری اونو با دستای خودم نمیذارم تو جهنم. خیلی سخته. اگه 7 طبقه زیر زمینم برم، بازم به هم نزدیک میشه.
اگه بهم نگین داری چی کار میکنی؟ از اینجا مستقیم میرم پیش داستان. ببینم شما منظورتون کیه؟ میشه توضیح بدین؟ اون صابر ایلماز کلا برداره، تو، وکیل، دکتر، همه تون. میتونم بدونم چطور به این فکر رسیدین؟ ازش تست دی ان ای گرفتم، بعدش مشخص شد سود دختر من نیست. خب امکان داره، اما چیزی که به من مربوطه اینه که مادر سوده زینب خانومه. این قضیه به شما مربوطه، هیچ ربطی به ما نداره. متوجه هستین؟ میخوای بگی زنم به هم خیانت کرده؟ نکنه از جونت سیر شدی ها؟ همچین قصدی ندارم، اما احترامم به علم بی نهایته. شما هم دکترین میدونین، ولی نتیجه یه تست درسته. شما چرا اینقدر نگران هستین؟ اینطوری کنترل کردن میراث آقا صابر از بین میره، برای همین عصبانی هستین. مزخرف نگو، مواظب حرفات باش. پول اون یارو اصلا واسم اهمیتی نداره، تنها مشکلم دختره گم شدمه. من نمیخوام در این مورد نظری بدم، این جزء محرمانه های شما و همسر سابقتونه. اما اگه از من میپرسید برای این که ناراحت نشید، بهتر خاطرات گذشته رو فراموش کنید. هر دوتون زندگی جدید ساختین، تازه ازدواج کردین. راستش حتی شنیدم همسرتون حامله است. زینب هرگز با من همچین کاری نمیکنه. انتظار نداشته باش اینو باور کنم. نمیتونید اونو از من دور کنید. به زودی این بازی رو تمام میکنم، همتون رو آواره میکنم، همتون رو. کاملا واضحه، دکتر کوتاه نمیاد. واقعا معذرت میخوام زینب خانم، باید قضیه رو یکم ناموسی کنم، مجبورم. الو شوکت، سلام آلپم، یه سوالی ازت دارم. صابر یلماز تو سال 2012 یا قبل از اون چه کتابایی داره که چاپ شده باشه؟ میشه ببینی؟ روباهی که از پرتگاه نگاه میکنه، این کتاب چند جلد داره؟ شبات 2012. خوبه، ببین ازت یه خواهشی دارم، واسم از اون کتابا 7 یا 8 تاشو میفرستی؟ ممنون، خسته نباشی. سلام بهادر، چه خبر؟ راستش بد نیست، بعضی اتفاقا افتاده، میتونی به هم سر بزنی؟ الان نمیتونم بگم، نمیتونم تلفنی بهت بگم، تو دفترم منتظرم. برای دوست عزیزم آب، به افتخار سالهای زیادی که با هم بودیم، صابر یلماز. یه دونه یه دونه چشم زمردی من، زمرد چشم من، زمرد چشم من، زمرد زمرد. اصلا منو چه به این چیزم، اصلا از این کار سر در نمیارم. تو این کار بهتر از حال پیدا نمیشه،
تقلیدایی که میکنه رو بهترین استادام نمیتونن متوجه بشن. دکتر که نمیره بده بررسی تخصصیش کنن. همینطوره، اما کار از محکم کاری عیب نمیکنه. اوضاع چطوره؟ تموم شد؟ آره، شما هم ببینید متوجه فرقش میشید. چطوره؟ خوبه، واقعا عالیه. خیلی خوب، پس میتونیم رو کتاب پیادش کنیم. منم سنگ تموم گذاشتم، باور کن. والا از درونت شاعر اومد بیرون. تو هم آدم رمانتیکی هستی آقای وکیل. راستش منم شاعرم. ولی چون اون طرف خیلی پول نیست دارم وکالت میکنم. باشه. زینب خانوم، منور خانوم اومدن. نگهبان زنگ زده بود. منور خانوم، باشه بهش بگو بیاد. باشه، زینب خانوم منتظرتونن. داداش خسته نباشی. ممنون، شما هم خسته نباشی. خیلی ممنون. قربان. چیه فولیا؟ پیشنهاد کاری آقا سینان رو قبول نکردی؟ همینطوره. چرا؟ خب دلایل خودمو دارم دیگه. امر من تو رو شکستم، میدونم، اما گفتم که خواست آقا سینان بود که از هم جدا بشیم. نکنه الان دوباره گفته با هم باشین. ببینم نفهمیدم، قراره بگه کی ازدواج کنیم و کی بچه دار بشیم؟ همینطوره؟ داری بی‌انصافی میکنی. آره درست میگی، چون اجازه نمیدم کسی تو تصمیماتم دخالت کنه بی‌انصافم، چون اجازه نمیدم کل زندگیم فقط مربوط به کار باشه بی‌انصافم. برای اینکه با زنی که دوستش دارم بتونم یه زندگی آروم بسازم، چون آینده ی شغلیمو پس زدم بی‌انصافم. اما تو به من اهمیت ندادی و به خاطر اینکه واسه شغلت منو پس زدی با انصافی. همینطوره؟ با انصاف. یه وقت دیرت نشه. ممنون آیشه خانم، دستتون درد نکنه. والا شما تو قهوه درست کردن لنگه ندارین. مزه قهوه‌ی شما واقعا عالی آیشه خانم. وقتی کسی آدمو تشویق میکنه آدم از ته دل کارشو انجام میده. شما هم خیلی با سلیقه این ماشاءالله. خیلی ممنون. بفرما، اینجا دقیقاً 60,000 تاست. چرا؟ خب عزیزم 40,000 تاشو دادم انگشتر خرید. اوف. انگشتر رو تو خریدی؟ آره؟ من خریدم آره. اما سینان جدی با هم حرف زد. منم صبح زود رفتم بانکو پولو گرفتم و اومدم اینجا. حالا تو بهش زنگ بزن و بگو اون پولو از من گرفتی، نه چسبه به یقه من. خیلی خوب باشه، حالا این پولو بگیر، برای روزه بعد قایمش کن. باشه، من به سینان میگم پولو گرفتم. آه جدی میگی؟ اینم بگیر پسیش بده، پولشو پیش خودت نگه دار. فابجی منور، چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ چه زن دیوونه ای هستی ها؟ با پولی که من بهت دادم میری واسه من انگشتر میخری؟ آره خریدم، مگه خیرشو دیدم؟ بازم من مقصر شدم؟ من نه،
وقتی انگوش در دستت بود و از خونه اومدی بیرون، منم گفتم باشه، حتما کارا رو به راه میشه. ها، منو بگو که داشتم خودم رو اینجا میکشتم. میگم تو از هیجان نمیتونی چیزی بگی، بذار من بهت بگم. و این حرفا نگو، اون اومده انگشتر رو پرت کنه تو صورتم. همون لحظه احمدم اومد، دعوا و جر و بحث شروع شد. بجور زایه شدم. چطور میتونی همچین کاری بکنی؟ ها بگو دیگه. میگه دوستش دارم، همیشه به تو فکر میکنه. کاش بدونی چقدر به دکتر حسادت میکنه. میترسم یه وقت بلای سرش نیاره. اگه شما عقد کنید، اون وقت دکتر نمیتونه مزاحمت بشه. ببین سینان الان یه شغل خیلی خوب داره. دکتر کاری با هم نداره، نگران نباش. احمد پدر سوده نبوده. دختر بچه مال کیه؟ چه بدونم، منم هیچ نظری ندارم. این چه حرفیه؟ آزمایش نشون میده احمد پدر سوده نیست. منم گفتم حتما ملتم تو این قضیه دست داره. کسی که اومده بود اینجا برای اون کار میکنه. رفتم خونه یه زنه، اینقدر داد و بیداد کردم که نگو. زنه خیلی از خودش مطمئن بود. میگه اگه هزار بارم آزمایش بدین بازم نتیجه همین چیز میشه و عوض نمیشه. حتی من به خودم شک کردم. ببینم این آقا احمد پدر بچه است دیگه، یعنی تو کاملا مطمئنی؟ آره مطمئنم. پس میخوای کی باشه؟ البته عزیزم باید باشه. خب این آزمایشو جای مطمئنی انجام داده؟ آره آره، طرف تو بیمارستان خودش انجام داده. کجا بهتر از اونجا؟ خب پس وضعیت تو فقط یه توضیحی داره. آره منم همینو میگم. من یه موقعی دوست پسر داشتم و خودم نمیدونستم. آره؟ آی نه، باید خودتم بری آزمایش بدی. شاید اون دختر تو نباشه. چه ربطی داره عزیزم؟ مگه میشه؟ این همه آزمایش دادیم، اون آزمایش رفت تو پرونده، وکیل بود، دادگاه بود، یه عالمه کاغذبازی. یعنی مگه اینقدر راحت بچه رو میدن به آدم ها؟ بچه صاحب یه ثروت خیلی بزرگه. آره خودت بهتر میدونی. به نظر من یکی از آزمایش ها دستکاری شده. حتما. بله من یکی که دستکاری نشده. چی بگم، من که حرفمو زدم، باید بری آزمایش بدی. خب من دیگه باید برم. استادم تو ماشین منتظرم، این طرف رسمن شده رانندم. پس نمیگیری؟ آره نه نمیگیرم، اما به سینان میگم گرفتم. پس انگوشترم بمونه تو دستت؟ نه نمیشه. خب پس منم پولو نمیگیرم. والا سینان میندازتم تو ماشین و میبره خونهی که تو ازمیت داریم. ببینم میخوای با تو هم خدافزی کنم و بعد برم؟ سینان مگه میتونه از تو جدا بشه؟ همینطور یه چیزی گفته. ببین سینان خیلی هم جدیه، منو میبره ازمیت. مثل اینکه باور نمیکنی، وقتی منو اونجا پیدام کردی میفهمی الکی نگفته. اون انگشتر رو بنداز تو دستت. دلت نیومد چند روزی انداختیش دستت؟ آره وقتی من گفتم میام اینجا با عجله انگشتر رو در آوردی. نه عزیزم، یعنی چیزه، من اون انگشتر رو درش آوردم. گیر افتادم. آره بنداز انگشتت، ببین برات چه انگشتر خوشگلی خریدم. اما تو لیاقت خوشگلتر از اینو داری. فقط به خاطر تو میندازم. به داداشت بگو اشتباه برداشت نکنه. باشه میگم، منم پولو بگیرم برم. خدافظ. روزتون بخیر استاد. روز بخیر دخترم. ملتم خانم. ببینین شما بدون این که به آخرش فکر کنین همه چی رو به هم ریختین، پس باید خودتون درستش کنین. اگه شوهرتون به تفتیش تو این کار ادامه بده، اول از همه شما تو درد سر میفتین. متوجه این هستین؟
ببخشی؟ چرا من تو درد سر میفتم؟ به من چه ربطی داره؟ چون آرزو خانم زود عصبانی میشه. اگه کار به دختر اون برسه، کسی نمیتونه از دست اون نجاتتون بده. البته منم فوراً بهش میگم. شما ایده آزمایش دی ان ای انداختین تو سر آقای دکتر. آزمایش ایده خودش بود. در ضمن احمد آدمی نیست که با حرف من وارد عمل بشه. شما خیلی باهوش و عاقل هستین. بهتره برای امنیت خودتون کارایی که میگم و انجام بدین. مطمئن باشین زحماتتون بی پاداش نخواهد ماند. میخواین چی کار کنه؟ کاری بکنین تا آقای دکتر این کتاب رو پیدا کنه. کتاب مال زینب خانمه. شخصا از طرف آقای صابر امضا شده. اینجا رو ببین. به خاطر لحظات خوبی که داشتن اینو نگه داشته. آقا صابر و زینب خانم توی یه روز گرم و آفتابی با هم آشنا میشن. زینب خانم اون روز داشته به کتابای اونجا نگاه میکرده که یه بار با هم چشم تو چشم میشن. عشق در یک نگاه. آقای دکتر 15 روز خارج از کشور بوده. بعد از چندین ملاقات عاشقانه آقا صابر غیبش میزنه، دیگه بهش زنگ نمیزنه. بعدش زینب خانم متوجه میشه حامله است. مطمئن بوده بچه آقا صابره. اول خواسته بچه رو سقط کنه. اون خیلی با خودش فکر میکنه و بچه رو سقط نمیکنه. باقی داستانو به قدرت تخیل شما میسپارم. صابر همه چی رو میفهمه. نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. وقتی 3 ساله بوده اونو میدوزه. داستان خیلی قشنگی. تبریک میگم. بله همینطوره. هر ماه میتونین 15,000 تا مصرف کنین. البته تا وقتی که راز ما رو حفظ کنین. شما از شر زینب خانم راحت میشین، منم از نتایج تحقیقات آقای دکتر. منظورمو فهمیدین؟ آره آره کاملا همینطوره. آفرین آقا قدیر. ببین ببین دارم میرم تو جاده. ماشاءالله ماشاءالله موازش موازش پشت من دور باش دور باش. گفتم یواش دیگه. اینو بگیر زود باش. تصادف کردی. حالتون خوبه؟ خوبم خوبم. من چی کار کردم؟ وای خدای من، اگه مربی پلوشه پس چرا ترمز نمیگیره؟ خوبی منور؟ خوبم. خیلی ترسیدم آقا قدیر، واقعا عذر میخوام. چطور این کارو کردم؟ نکنه جای ترمز گازو فشار دادی؟ من جای ترمز و گازو به خوبی از هم تشخیص میدم. اصلا نمیفهمم چطوری شد. اشکال نداره، از این اتفاقا زیاد میفته. از این به بعد جاشونو فراموش نمیکنی. خدا رو شکر کن زدی به سطل آشکال. خدا نکرده اگه یه آدمو میزدی چی کار میکردی؟ آی ای وای دست و پام بیهس شده. خدای من چطور این کار کردم؟ خیلی خب تو برو بشین رو اون صندلی. میرسونم به خونه یکم آب بخور، حالت بهتر میشه. ببینم آموزش تموم نشده. آره خب دیگه با اجازتون من میرم. آی ببخشید استاد، خیلی عذر میخوام. تو رو خدا حلالم کنید. خیلی عذر میخوام، خیلی شرمندتون شدم. خواهش میکنم، حلالتون کردم. اما مواظب باشه. میدونی منور مشکل کارتون مربیته. آخه تا خوب یاد نگرفتی نباید تو رو ببره تو خیابون. خدای من بگذاریم. بیا بیا این طرف، بذار برسونمت خونه. بیا دیگه بیا بیا. وایسا الان میام. آروم 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 تر آروم. خیلی هیجان زده شدم. چیزی نیست چیزی نیست، هیچ اتفاق نیفتاده بچه. ماشین چیزیش نشده؟ نگران نباش بدن میگیرم. ایشالله خسارت ندیده بیا. باشه. وای خدای من. Thank you.
اگه وقت داری نیم ساعت بعد بیا خونه جنگلی. باشه. آیشه خانم، من میرم پیاده روی. بچه ها اومدن، زیاد شکمشون رو سیر نکن. آخه شام ماهی داریم. باشه. باشه خانم. İster götür yanında, ister bırak öyle git. Bir yürek var şuramda, her zaman sana ait. Bilmem hatırlar mısın, bir masaldık olmayan. Gençliğin çöllerinde iki cahil fidan. Adını verdim bir yıldıza, sana güvenmiş her yalnıza. Bana sebepsin yağmur gibi yağmaya. Bitsin artık bu ıssız gece, her cevabın bir bilmece. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Götür yanında, ister bırak öyle git. Bir yürek var şuramda, her zaman sana ait. Bitsin artık bu ıssız gece, her cevabın bir bilmece. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya. Bana sebepsin yangın gibi yanmaya. همیشه عاشقت بودم زینب. وابستت شدم. میدونم نظرمون درباره وابسته شدن یکی نیست. من اون روز با انگشتر اومدم چون که راستش آبجیم یعنی میدونم آبجیت اومد همه چی رو به هم گفت. پولم به هم پس داد. اما گفت انگشتر به عنوان یادگاری بمونه پیشت. منم دلشو نشکوندم. راستش من نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. از آبجی مصبانی بودم. میبینی ما رو به چه روزی انداخته؟ اصلا از خواهرت عصبی نشو. اتفاقا بدم نشد. آخه همه چی مشخص شد. خوب شد دیگه. فقط واسه من یه لحظه زیبا بود که معذرت می‌خوام. فقط می‌خواستم کسی که دوستش دارم کنارم باشه. وقتی واسش ناز کنم، وقتی مریض بشم ازم مراقبت کنه. بگم عزیزم من نمیتونم پاشم، میشه اون کنترلو بدی به من؟ بهش بگم موقع اومدن نون بخر. بهش بگم با تیشرت کهنه زمینو تمیز کردم.
اونم ازم عصبی بشه و بگه پس منم طراحی تو رو از پنجره پرت میکنم بیرون اینطوری. راستش چیزای بزرگی نخواستم، خواسته هم خیلی کوچیک بودن، نزدیک بودن به مشروقت و اینجور چیزا. نشد دیگه، بی خیال. یا چه میدونم، یه روز دیر میام میگی ببینم تو الان کجا بودی. میخوام دیر بخوابم، میگی تو چرا همیشه دیر میخوابی. پیام میاد بگوشیم، جوری رفتار میکنی انگار مهم نیست. بعدش میپرسی کی بهت پیام داده. اگه لیوانو بذارم تو سالن میگی همیشه باید کاراتو جمع کنم، میگی یه بارم شده این حمومو تو تمیز کن. بریم مهمونی میپرسی چرا اینقدر با اون زن خندیدی، مطمئنم میپرسی. میگه واسه یه بارم شده سالگرد ازدواجمونو فراموش نکن. میدونی بعدش چی میشه؟ سکوت ایجاد میشه، هیچ کس حرف نمیزنه، سکوت همه جا رو فرا میگیره. ببین من نمیخوام شاهد این باشم که عشقمون جلو چشمامون نابود بشه و از بین بره زینب. حالا این حرف رو میزنی سینان؟ سالهای زیاده ای که من و تو خاطرات تلخ و شیرین داریم، اما تو فقط تماشا میکنی. کسایی هستن که با همون هیجان روز اول عصا تو دستشون میرن قبرستون فقط برای اینکه معشوقشون رو ببینن، میفهمی؟ من اینجور پیر مردا و پیر زنا رو میشناسم، باور کن. کسی رو میشناسم که معشوقش زنده نیست. ما زنده ایم، خدا رو شکر هر دومونم جوونیم، اما موفق نشدیم. حالانه که بچه ها از مدرسه بیان باید برم دیگه. کتاب رو بذار جلوی کتاب خونه، درست همونجا، همونجا آقا مصطفی. وای خدای من، این همه مدت آقای دکتر اینا رو باز نکرده؟ خیلی وقت پیش اینا رو آورده بودم، میرم بقیهش رو بیارم.